متاسفانه با خبر شدیم شهلا ناظریان، گوینده و دوبلور سینما، دار فانی رو ودا گفت. سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. شهلا ناظریان متولد سال 1324، گوینده، دوبلور و بازیگر کشورمونه. خانم ناظریان متولد شهر تهران بود و از سال 1341 وارد حوزه دوبلوری شد. در مدت زمانی که شهلا ناظریان به دوبله پرداخت، به جای بازیگران نام آشنای خارجی از جمله راکوئل بلچ، فیداناوی، آنا مارگارت، کاترین اسپاک، کاترین راس، الیزابت تیلور، جولی کریستی، سیلوا کوشینا، جاکلین بیسه، کاترین دونوف و میشل مرسیه و غیره حرف زده. یکی از درخشان ترین گویندگی های اون در دوبله فیلم مشهور کازابلانکا به جای اینگرید برگمنه و صداش روی مریل استریپ در فیلم ساعت ها نیز خوش میشینه. در دهه 80 شهلا ناظریان به علت بیماری کمتر گویندگی کرد و بیشتر به عنوان مدیر دوبلاژ فعالیت میکرد. خیلی از مردم شهلا ناظریان رو به خاطر صداش و اجرای برنامه در برنامه رادیویی صبح جمعه با شما به خاطر دارن. همچنین در سریال های تلویزیونی این خانه دور است، ساخته ی بیژن بیرنگ و مسعود رسام و داستان یک شهر، ساخته ی خسرو معصومی و فیلم های سینمایی خوشخیال، پر پرواز و شب بخیر غریبه به عنوان بازیگر به ایفای نقش پرداخته بود. خانم ناظریان برادرزاده ایرج ناظریان، گوینده نامدار ایرانی. وی علاوه بر دوبله و صدا پیشگی در معدود سریال و فیلم نیز بازی کرده. خانم ناظریان ابتدا با بازی در تئاتر وارد عرصه بازیگری شد و اولین بازی خودش رو در تئاتر در سال 1368 انجام داد. سریال پربیننده و پر مخاطب این خانه دور است و داستان یک شهر دو سریالی بود که در اون ایفای نقش کرده بود. ایشون در سریال شب بخیر غریبه با همسرش حسین عرفانی همبازی بود. خانم ناظریان کارنامه پرباری در عرصه دوبله داشت و بسیاری از فیلم ها و سریال های داخلی و خارجی رو هم صدا پیشگی کرده بود. ایشون یکی از صداهای ماندگار و دوبلورهای پیشکسوت ایرانی بود که دهه 40 تا کنون در حوزه دوبله فعالیت میکرد و اکنون به عنوان مدیر دوبلاژ در واحد دوبله فارسی بود. آقای حسین عرفانی همسر خانم ناظریان بود که متولد 1321 در تهران دوبلور و بازیگر بود. ایشون فارغ التحصیل دیپلم نظام قدیم بود و در محله سلسبیل به دنیا آمد و از دوبله و صدا پیشگی به استادی این رشته رسید و همسرش خانم ناظریان هم دوبلور بود. فعالیت خودش رو از کار تئاتر در زمان دبیرستان شروع کرد. در سال 1340 وقتی 19 ساله بود وارد کار دوبله در استودیوی دامند شد. در اون زمان هر کسی در هر زمینه هنری از نقاشی تا موسیقی وارد شد و موندگار شد. اولین بار در فیلم های شبی در روم و پروفسور کم حافظه و نقش های کوچیک شروع به دوبله کرد و کم کم جای خودش رو به عنوان یک گوینده حرفه‌ای باز کرد. در فیلم ویولون زن روی بام نقش های اصلی تری رو نصیب خودش برای دوبله کرد. او دوبلور صدای دیدی هم بود. ایشون گفته پرویز کاردان در استودیوی دوبله من رو دید و دعوت به بازیگری کرد و بعد در سریال تلخ و شیرین در سال 53 نقشی رو هم بر عهده گرفتم. سپس در سریال مثل زیرگذر عمر و این خانه دور است نیز بازی کردم. حسین عرفانی در سال 1361 با شهلا ناظریان از دیگر دوبلورهای مشهور ایرانی ازدواج کرد که ثمره این ازدواج دو دختر به نام مهسا و رستا بود. مهسا کار پدر و مادر رو پیگیری کرد و الان در عرصه دوبله فعالیت داره، اما رستا دکترای تغذیه داره و کاری به کار دوبله هم نداره. البته هر دو دخترشون هم متأهل هستن. حسین عرفانی دوبلور پیشکسوت عرصه تلویزیون و سینما در 21 شهریور 97 در سن 76 سالگی به علت بیماری سرطان ریه دار فانی رو ودا گفت.
و متاسفانه همسرشون شهلا ناظریان از صداپیشگان با سابقه کشورمون بود که در 5 اردیبهشت 1401 دار فانی رو ودا گفت و بر اثر ایست قلبی در سن 75 سالگی درگذشت. برخی از کارهای گویندگی و صداپیشگی وی که ماندگار شدند عبارتند از صداپیشگی گوگوش در فیلم‌های در امتداد شب، عمل آمریکایی، احساس داغ، صداپیشه لیلا فروهر در فیلم گل خشخاش، صداپیشه اینگرید برگمان در کازابلانکا و ژان دارک، صداپیشه ناتالی وود در مسابقه بزرگ، صدای مریل استریپ در کریمر علیه کریمر، اتاق ماروین، آوای قلب و ساعتها، صداپیشه آنجلینا جولی در مهاجمین مقبره، صداپیشه شارون استون در فیلم قهرمان، صداپیشه مارشا میسون در دختر خداحافظی، صداپیشه جون فونتین در فیلم ربکا و صداپیشه جنیفر جونز در فیلم جدال در آفتاب. روحشون شاد و یادشون گرامی. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.